تشکر. سلام خدمت شما به بینندگان محترمتان. در ارتباط با جنرال مبین، بله، شما آگاهی دارین که مدت بیش از 6 روز میشه نماینده طالبان در پاکستان است و گویا که به یک مهمانی چند روزه و دوامدار اینا رفتن و دعوت شدن. دولت پاکستان از اینا دو خواست داره. اولی که برشان میگه که اگر میخواین ما در استیجای بین‌المللی از شما دفاع کنیم، مطابق به دستور ما و اینی گپای ما باید حرکت کنیم. بسیار ساده برشان میگه. یک، پی تی تی یا طالبای پاکستان که در گذشته حرکت میری خطیان در زمان غنی میگفت که اگر طالبا بر سر قدرت بیاید، مطمئن باشن که طالبای پاکستان روحیه میگیره و حکومت نیمه دموکراتیک پاکستان به چالش میکشن و به خطر مندازه. کامات را هم شد گپ ما. و حال اینا میگه پی تی تی را باید کنترل کنی. شما دیدین که دیروز یکی از اعضای پی تی تی در افغانستان کشته شد. دوم پیشنهادشان ای بودک که بسیار جدی است که جنرال مبین باید به زندان انداخته شود و صدایش باید خاموش شود تا ای که یک درس بدگه افغانایی باشد که هیچ صدای بر علی اردوی پاکستان، آیسای پاکستان و حکومت پاکستان بالا نشد. شما آگاهی دارین که زمان کافی است که آقای مبین در حتی در رسانه ها و تلویزیون های پاکستان و خارج از او در صفحات مجازی از بسیار به طور شدید حکومت و ارگان آیسای و ارگان وزارت دفاعش یا دفنس منیستریش بسیار سخت کوبیده و میکوبه و بر علیش است و از خط دیورند سخت حمایه میکنه. پس به زو اساس این حکم یا آردر داده شده و آقای مبین به اساس این ازی مثلا در زندان است. نه که آقای مبین دیگه کدام جرمه نداره که این تحلیلگرهای عجیب عجیب گپا میزنن. این با جبه مقاومت است، با جبه آزادی است، با حرکتی میری خدسه و از با کیست، با هیچ کسی نه. بلان او بر اساس اینی مسئله است. تشکر از شما.